با پیشکش درودهای گرم و صمیمانه حضور شما همیهنان گرامی در جاهای میهن عزیزمان ایران و همه شما ایرانی تباران و پارسی زبانان در سراسر فلات بزرگ ایران، من سعید احمدی هستم و یکی دیگر از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو حضور شما امروز پیشکش می‌کنم. شاید امروز بر کسی پوشیده نباشد که آنچه که در سال 1979 برابر با 1357 در ایران رخ داد نه یک انقلاب برخواسته از بطن جامعه ایرانی، بلکه یک توطئه جهانی بود برای نابود کردن موجودیت ایران. خوشباورانی که تاکنون تصور می‌کردند در سال 1357 در ایران انقلابی رخ داده است و آنانی که دوست دارند چشم خود رو بر حقایق ببندند و در بیخبری روزگار بگذرانند تا به سرای باقی بشتابند، امروز با اسناد و مدارک مستدل و معتبری که از حالت طبقه بندی و محرمانه خارج شده است و در دست همگان است، می توانند به این واقعیتی که سالهاست بسیاری از ایرانیان با آن اشاره می کردند پی ببرند و با مراجعه به این اسناد و مدارک ببینند و بخوانند و درک کنند که در 1979 چگونه یک دسیسه جهانی به دست روح الله خمینی بر کشور ما وارد شده است. در واقع اگر ما مرور کوتاهی داشته باشیم بر تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان از آغاز تشکیل کشور ایران تا به امروز و بررسی کنیم رخدادهایی رو که بر کشور ما گذشته است و تبعاتی که از این هجومهای سیاسی و نظامی بر کشور ما آمده است، شاید بتوان گفت که حمله خمینی و اعوان و انصار او به ایران در واقع یکی از مهیب‌ترین حملاتی بوده است که بر کشور ما صورت گرفت. برای اینکه به تبعات حکومت جمهوری اسلامی و همچنین آنچه که بر ملت ایران در طی 37 سال گذشته رفته است پی ببریم، من می‌خواهم اشاره کوتاه و گذرا داشته باشم به تاریخ ایران. به طب مقصود و منظور بررسی تاریخ نیست، چون در این وقت کوتاه چنین فرصتی رو من نمیابم، اما اشاره به برخی از رخدادهایی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده است شاید بتواند راهگشایی باشد برای ما. در پیش از 7 قرن قبل از میلاد مسیح، گروهی از ایرانیانی که در فلات ایران زندگی میکردند در بخش غربی این فلات اقدام به تشکیل حکومتی کردند که بعداً شاهنشاهی مار نام گرفت. در واقع با تشکیل شاهنشاهی مار، وحدت اقوام مختلف ایرانی که در فلات ایران پیوند فرهنگی و معنوی میان آنان تحقق پیدا می کند و شاید این بزرگترین رخداد در تاریخ ایران است. و آنچه که امروز به عنوان ناسیونالیسم ایرانی از آن یاد میبریم در واقع میراث آن اتحاد اقوام و آمیختگی فرهنگ های مختلف اقوام ساکن در ایران از 700 سال پیش از میلاد مسیح تا کنون است. شاهنشاهی ما در بخش گسترده ای از غرب آسیا شکل میگیرد و با شکلگیری آن در واقع تکامل یک سیر تاریخی که از هزاره سوم پیش از میلاد آغاز شده است در آنجا به ثمر میرسد و در واقع با تبلور اون فرهنگ کهن و ایجاد سیستم شهریاری ایرانی به دست مادها یک روش کشورداری و حکومتی در جهان بنیان می‌گیرد و فرهنگ و تمدنی پایه می‌گیرد
که بعدا بخش مهمی از تمدن و فرهنگ جهانی میشه. در سال 550 پیش از میلاد کوروش وارد هگمتانه یا همدان امروزی یا به گویش یونانیان وارد اکباتان میشود. این شاهنشاه خردمند هخامنشی نه تنها به اضمحلال فرهنگ و تمدن مادها نمیپردازد، بلکه با گسترش شاهنشاهی هخامنشی در پهنه بزرگی از روزگاران آن زمان به گسترش این فرهنگ و تمدن میپردازد. و اگر امروز به تمدن و فرهنگ شگرف جهانی دقت کنیم، رد پای تمدن و فرهنگ خاورمیانه که فرهنگ و تمدن ایرانی و مادی و هخامنشی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد و در حفظ و نگهبانی آن کوشیده است و در توسعه آن دخالت مستقیم داشته است نمایان است. بنابراین با گسترش شاهنشاهی هخامنشی در واقع شاهنشاهی ایران بر پایه و اساس تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی، سیستم حکومتی ایرانی و آیین‌های ایرانی بنیان می‌گیرد و استوار می‌شود. 220 سال بعد از حکومت هخامنشیان سلوکی‌ها بر ایران مسلط می‌شود. استیلای سلوکیان بر ایران در واقع عصر هلنیسم است و دورانی است که عده‌ای می‌کوشند تا تمدن و فرهنگ یونانی رو بر تمدن و فرهنگ ایرانی غالب کنند. اما سلوکیان که جایگاه مردمی در ایران ندارند، می‌کوشند از طریق حضور نظامی و با ایجاد شهرها و شهرک‌هایی که با کوچاندن یونانیان به آنان در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا سعی می‌کنند حضور و نفوذ خودشون رو نگه دارن. اما در دوران 80 ساله حکومت سلوکیان ما می‌بینیم از یک سو تعامل فرهنگی میان فرهنگ غنی و پربار ایران و از سوی دیگر با فرهنگ یونان در جریان است. و اگر ما بخواهیم کارنامه سلوکیان رو در این دوره بررسی کنیم، در واقع می‌توانیم بگوییم که فرهنگ یونانی در برابر فرهنگ بزرگ ایرانی مانند یک رویداد تحمیلی آمد و به سرعت مانند قطره‌ای در برابر دریا محو شد و رفت. پس از سلوکیان، پارتیان یا اشکانیان به حکومت می‌رسند و مدت بیش از 471 سال بر ایران حکومت می‌کنند. با آمدن اشکانیان عظمت و بزرگی ایران دوباره شکل می‌گیرد و به خصوص از زمان مهرداد یکم ایران گشایی و ایران پرستی و علو تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی دوباره جان می‌گیرد. در دوران طولانی حکومت اشکانیان در واقع ایران آنچه را که در دوران سلوکی میرفته از دست میدهد تشدید میکند و حکومت اشکانی بر بخش بزرگی از غرب آسیا میتواند در یک پهنه وسیعی حکومت ایرانی رو دوباره پابرجا کند و دنباله تمدن و فرهنگ ایرانی استمرار و دوام پیدا کند. با شکست اردوان از اردشیر ساسانی، حکومت اشکانیان به پایان میرسد و دوران شاهنشاهی ساسانی آغاز میشود. در واقع ساسانیان برخلاف اشکانیان که با یک سیستم ملوک و طوائفی کشور را اداره میکردند، بر دو پایه دین و حکومت متمرکز قدرتمند سعی میکنند که عظمت از دست رفته هخامنشی را تشدید کنند و به این ترتیب یک سیر تکامل و پالایش در فرهنگ و تمدن ایرانی که پس از سقوط هخامنشیان تا زمان تشکیل ساسانی به وجود آمده است شکل.
حکومت ساسانیان بر اساس یک حکومت متمرکز، داشتن ارتشی نیرومند و تسامح در برابر عقاید مختلف و رسیدگی به امور مردم و دین مسیحیان در واقع شکل میگیرد و به این ترتیب یک حکومت گسترده قدرتمند روح تازه‌ای به شاهنشاهی ایران میدهد که در این دوران است که ما با فرهنگ ایران شهری که محصول کوشش‌های حکومت ساسانی است در پهنه ایران شهر بزرگ که در آن زمان در واقع جهان آن روزگاران و تمدن آن روزگاران به دو بخش شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم تقسیم می شود گسترده می شود. اگر در این دورانی که از تشکیل حکومت مادها تا زمان پایان کار ساسانیان که حدود 12-13 قرن می گذرد توجه داشته باشیم به فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم و کشورداری ایرانی، می بینیم آنچه که فرهنگ ایرانی است در کنار سیستم شهریاری ایرانی که بر اساس دادگری، خردمندی و داد و دهش برقرار است و همچنین رفاه و آسایش مردمان که مورد توجه خاص شهریار ایران است و آیین ایرانی که آیین مسیحیان می باشد در واقع ترکیبی است که شالوده تمدن، فرهنگ و حکومت یک ملت مستقل و سرفراز و تشکیل. و در این زمان که همه چیز ایرانی است می‌بینیم که یک دوام و استمرار در سرفرازی و سربلندی ایرانی وجود دارد. شوربختانه دیری نمی‌گذرد که در شبه جزیره آیین جدیدی معرفی می‌شود. پیروان آیین که اقوام بدوی و صحرانشین و بیابانگرد هستند در پی شنیدن شکوه و جلال کاخ شاهنشاهان ساسانی با شعاری که ظاهراً برای آزادی و آزادی خواهی است به کشور ما یورش می‌دهد و شوربختانه در جنگ‌های میان ایرانیان و تازیان شکست نصیب ایرانیان می شود و به این ترتیب اسلامیزه شدن ایران، یعنی آمدن آیین جدیدی که با آیین نیاکان ما در تضاد کامل بود آغاز می شود. اسلامی شدن ایرانیان نه در یک سده انجام می شود بلکه تا سده 11 میلادی طول می کشد تا ایرانیان به تدریج به اسلام بگیرند. اما نکته قابل توجه اینجاست که ایرانیان اگرچه مجبور شدند بر اثر زور شمشیر در برابر خون آیین جدید رو بپذیرند اما هرگز عربیزه نشد و بنابراین ایرانی کوشید آیین نیاکان خودش رو حفظ بکنه، جشن‌های خودش رو حفظ کند، نوروز رو حفظ کند و در واقع اگرچه کشور ایران بخشی از بدنه حکومت و خلافت اسلامی شد اما یک وصله ناجور بر این بدنه باقی‌ماند و در واقع ایرانیان بر اثر همون فشار و شمشیر تازی ناگزیر شدند هویت جدیدی رو که بعداً به هویت ایرانی اسلامی بود بپذیرند که در واقع این هویت جدید اگرچه توانست در از بین بردن بنی امیه نقش اساسی بازی بکند و در روی کار آمدن بنی عباس اما میبینیم که در واقع هرگز اجازه نداد که ایرانی نه آنچنان که دیگر ملت‌ها مانند مسیح‌ها عربیزه شدند و حل شدند در خلافت اسلامی به اون شکل در بیاید و نه بتواند عملاً با آنچه که به اون تحمیل شده است به مبارزه بپردازد. بنابراین نقطه عطف دیگری در تاریخ ایران پس از اسلام آغاز می شود که تبعات آن تا هم اکنون ادامه دارد.
دیری نمیگذرد که ایرانیان برای رهایی از سلطه تازی و برای بازیافت هویت و شناسه ملی خود هنوز از خستگی بیرون نیامده‌اند که قوم بیابانگرد وحشی دیگری این بار از شمال شرق وارد کشور ما می شود و ایران رو یک جا به نابودی و فلاکت و قتل و غارت می کشوند. مغولان از شمال شرق وارد ایران می شوند و قومی بیابانگرد وحشی که با آداب و رسوم اجتماعی وارد نیست و هیچ گونه فضائل اخلاقی را نمی شناسد و نه باور دارد و کاری جز قتل و جنایت ندارد بر کشور ما مسلط می شود. با تشکیل حکومت ایلخانان که خوشبختانه بیش از 80 سال به درازا نمی کشد، در واقع اصلی است که با روی کار آمدن کسانی که بویی از انسانیت نبرده اند و دارای شرافت و منش انسانی نیستند و دارای مدنیت و شهرنشینی نیستند و جز رذایل کار دیگری نمی کنند، در واقع وضع جامعه ایرانی به آنجا می رسد که مکارم از بین می رود و رذایل غلبه می کند. چیزی شبیه آنچه که امروز در سیستم حکومتی و روش تازیوشان و مغول صفتان جمهوری اسلامی می بینید. دزدی، ارتشاء، نیرنگ، دروغ و بالاتر از همه ناامنی و ویرانی سراسر کشور ما را می‌گیرد. مغولان حتی به چشمه‌های ایران رحم نمی‌کنند. کما اینکه پس از حمله خمینی هم می‌بینیم دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران خشکیده‌اند. دوران مغول دوران فلاکت و سیاهی و تباهی ملت ایران است و دورانی است که شاید می شود گفت در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ ایران است. با آغاز قرن 16 و روی کار آمدن دولت صفوی، در واقع نور امیدی در دل ایرانیان تابیده می شود. دولت قدرتمند صفوی می تواند با یک پارچه کردن ایران عظمت و شکوه و جلال از دست رفته رو به کشور و مردم ایران باز کند. صنعت، تجارت، نقاشی، هنر، علم و فلسفه در دوران صفوی نوش می‌گیرند و رشد. و در واقع شاید بتوان دوران صفوی رو دوران پیشامدر ایران محسوب کرد. اما شوربختانه در این دوران یک اتفاق شوم دیگری رخ می‌دهد و آن این است که شاهان صفوی با آوردن مشتی بیگانگان از اطراف و اکناف به داخل کشور و با واگذاری منصب صدر به آنان، در واقع به پراکندن تخم کهنه پرستی و خرافات می‌پردازند. اگرچه در دوران صفوی ایران می‌تواند دانشمندان بزرگ و فلاسفه‌ای به جامعه جهانی عرضه کند، اما شوربختانه طرز تفکر پادشاهان صفوی و سیستم تعلیم و تربیتی که در مملکت جاری است و آنچه که کسانی که از اطراف و اکناف وارد کشور شدند این مجال رو به فلسفه ایران نمیدهند که آنچه که فیلسوفان غربی دنبال میکنند در واقع فیلسوفان ایرانی هم به دنبال آن برند. آنچه که در غرب فلسفه غرب و فیلسوفان غرب دنبال میکنند و سرانجام به عصر روشنگری و خردگرایی میرسند، در واقع فلسفه ایران اسلامی در این دوران است که در چنبره خرافات و وحی و قضا و قدر محبوس میشه. و شوربختانه ایرانی که میرفت در این دوران به یک سرافرازی پایدار برسد، با این انحراف فلسفی یک راه انحطاط رو طی می‌کند. چیزی نمی‌گذرد
که در اوایل قرن 19 ایران ما از سوی شمال و جنوب مورد تهاجم استعمار قرار گرفت. روس‌ها در شمال و انگلیس‌ها در جنوب برای حفظ مطامع استعماری خود در هندوستان در 1907 قراردادی به نام قرارداد سن پترزبورگ امضا می‌کنند که در واقع آغاز پاره پاره کردن ایران است. پیش از این جنگ‌های ایران و روس و شکست ایرانیان در دو جنگ بزرگ یک نوع سرفکندگی عمومی برای ملت ایران پدید آورده است و این ملت رو در شرایطی قرار داده است که بعداً استعمار می‌تواند از اون شرایط نفت خود استفاده کند و برای به زیر کشیدن ایرانیان و محروم کردن آنان از حقوق حقیقی خود هر آن گونه که می‌خواهد و تصمیم می‌گیرد عمل کند. و شوربختانه با آغاز قرن 20 و پیدایش نفت در ایران حضور و نفوذ استعمار پررنگ‌تر و قوی‌تر در ایران مشهود می‌شود. در قرن 20 حکومت خاندانگر دیگری این بار ایرانی خالص از خطه مازندران ایران برمیخیزد و در دورانی کمتر از 60 سال در حدود 54 سال دو پادشاه این خاندان میکوشند تا عظمت از دست رفته دوران هخامنشی و تمدن و فرهنگ ایران شهری رو به ایران و ایرانی بازگردانند و یک بار و برای همیشه دست استعمار رو از دامان این مملکت بزدایند و ایران رو برگردانند به آنجایی که شایسته مقام او در میان جامعه ملل است و به ایرانی سرافرازی بدهند. اما شوربختانه دیری نمی پاید که حمله دیگری به ایران آغاز می شود و این ها حمله خمینی به ایران است. اگر این پرسش رو مطرح کنیم که آیا حمله خمینی آخرین حمله به ایران بوده است، شاید پاسخ خیر باشد، نه باشد. و اگر این پرسش رو مطرح کنیم که آیا ابعاد حمله خمینی به ایران از ابعاد یورش‌هایی که تازیان داشتند و ایران ستیزی تازی تا هجوم مغولان به ایران و از بین رفتن فضائل و مطرح شدن رذایل تا حمله پیش از این استعمار که ایران رو زبون و ضعیف می‌خواست، می‌بینیم که حمله خمینی به ایران در واقع در برگیرنده همه اون بدی‌ها، پلیدی‌ها، کاستی‌ها، ناروایی‌ها و همه ظلم‌ها و ستم‌هاست. مسلط شدن خمینی بر ایران در واقع عصر بازگشت جهالت به جامعه ایرانی است. آنچه که پیش از این درست شده است نابود می شود. دار و دسته او مانند مغولان چشمه ها و دریاچه ها و رودخانه ها را می خوش کنند. به کارگیری افراد بی کفایت و پلید و گذاشتن اونها بر مناسب مهم کشور سبب می شود که مانند عهد مغولان شیرازه های مملکت از هم گسیخته بشه. و آنچنان که در دوران مغول ایرانیان در آنچنان وحشتی به سر می بردن و در آنچنان شرایط روحی و روانی بودن که به جای نبرد با بیگانه و اشغالگران به مبارزه و نبرد با خیش می گذراندن، امروز نیز چنین وضعی رو کم و بیش در جامعه ایرانی می بینیم. زندان ها مملو و از زندان اشاعه خرافات تا ناکجا آباد است و حد و مرزی برای آن نیست. دروغ، ارتشاق، رشوه، فساد، فحشا و همه پلیدی ها امروز بر جامعه ایرانی مسلط شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا
در این گذر تاریخی ما ایرانیان به عنوان یکی از کهنسالترین ملت‌های جهان نقش و مسئولیتی در تعیین سرنوشت خود داشتیم و یا داریم؟ آیا ما می‌توانیم تا جهان جهان است بنشینیم و دیگران رو سرزنش کنیم که به کشور ما یورش آوردن و کشور ما رو به این روز فلاکتبار انداختن و ما هیچ گونه نقشی در این میان نداشتیم؟ آیا چنین استدلالی قابل پذیرش و قبول است؟ مسلماً خیر. مسلماً اگر بپذیریم که ما همان ملتی هستیم که در به وجود آوردن تمدن جهانی نقش به سزا داشتیم، ما همان ملتی هستیم که با ایجاد یک فرهنگ غنی در جامعه خود و ایجاد نظم و داد و دهش و خردمندی و ایجاد سیستم حکومتی شاهنشاهی بر اساس خردورزی توانستیم آن شکوه و جلال رو برای خودمون و آن نفوذ معنوی و فرهنگی رو فراهم کنیم، چگونه است که امروز در یک چنین شرایطی اسیر هستیم؟ و باز فراموش نکنیم ما ایرانیان بودیم که نهضت شعوبیه رو بر علیه حکومت بنی امیه بنا کردیم و ما بودیم که بنی عباس رو روی کار آوردیم، یا حداقل می شود گفت در روی کار آمدن بنی عباس ما ایرانی ها نقش به سزا داشتیم. ما ایرانی ها بودیم که به جای اینکه اجازه بدهیم که فرهنگ تازی بر فرهنگ ما غلبه کند، این ما بودیم که حتی در تاریخ و ادبیات و شعر و موسیقی و هنر وارد شدیم و عصر طلایی اسلام در دوران بنی عباس در واقع مدیون ایرانیان، دانشمندان، فضلا، نویسندگان، شاعران و وزیران ایرانی بود. بنابراین اگر ما در طول تاریخ خود توانستیم به چنین نهضت‌هایی دست بزنیم، باز هم می‌توانیم چنین نهضت‌هایی رو به وجود بیاریم. البته اگر مغول به تنهایی به ایران آمد، اگر تازی به تنهایی به ایران آمد، در حمله خمینی با یک جهان اقتدار که در پشت سر او بود برای نابودی هویت ایرانی روی کار آمد. بنابراین این بار ما نه تنها با گروه خمینی و اعوان و انصار او در تقابل و تعارض هستیم، بلکه با یک جامعه جهانی با استعمارگران ستمگر و پرقدرت مواجه هستیم. اما آیا بایستی در این مواجهه هراس به خودمون راه بدهیم و تصور کنیم که چون یک چنین قدرت بزرگ و عظیمی در پشت سر خمینی بوده است و او سالها و به صورت پنهانی با بیگانگان برای نابودی ایران همکاری میکرده است، پس بنابراین کار به پایان رسیده و ما راهی جز تسلیم نداریم؟ خیلی. همانطور که من خیلی سریع و گذرا به تاریخ پرفراز و نشیب ایران اشاره کردم، ملت‌های بیگانه آمدند، اقوامی بودند با تمدن و چه بسا اقوامی بی تمدن، بادیه نشین، چادر نشین، صحرا نشین و خونخوار، و ما همه اینها رو از ایران رانده ایم و این بار نیز می توانیم خمینی و اعوان و انصار او رو از ایران اخراج کنیم و دست استعمار رو از کشور خود کوتاه کنیم. اما چگونه؟ به چه طریق ما می توانیم این کار رو انجام بدیم؟ من باورم این است که اولین کاری که ما بایستی انجام بدهیم پس از قبول آن مسئولیت که ما در قبال کشور خود مسئولیت داریم و ما نمی توانیم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنیم و نمی توانیم بنشینیم تا عده‌ای پیدا بشوند و برای ما کشورمون را نجات بدهند، در کنار او بایستی به یک پالایش بپردازیم، همچنان که در تاریخ ایران می بینیم. هر آنجا که فرهنگ ایرانی آلوده شده است با فرهنگ اقوام پست
و کسانی که ما رو مورد یورش قرار دادن و بوی از انسانیت و تمدن نبردن و ما دو مرتبه نوز گرفتیم، بلند شدیم و فرهنگ خود رو پالایش کردیم، امروز هم ما نیازمند پالایش هستیم. ما نیازمندیم جامعه خودمون رو از اصلاح طلب ها، از خودشیفتگان، از مهر طلب ها، از همه کسانی که این روزها داعیه رهبری دارن و تصور میکنن که با ظاهر شدن در رسانه ها میتوانن ملت ایران رو فریب بدهن، بایست اینها رو پالایش کنیم. یکی از گرفتاری های امروز ما این است که شوربختانه در عصر مدرنیسم زندگی میکنیم و در دوران تکنولوژی که اگرچه از یک سو همین تکنولوژی امروز میتواند به رهایی جوامع بشری از زیر یوغ استعمار کمک کند، اما از سوی دیگر نیز میتواند به همان اندازه مخرب باشد. امروز میبینیم در رسانه های فارسی زبان بسیاری کسان هستند که نه تاریخ ایران رو میدانند، نه نسبت به فرهنگ ایران آشنایی دارند و نه حتی در کار ژورنالیسم و روزنامه نگاری و کار رسانه بودند. شخصی از گرد راه رسیده است، پولی به دست آورده است یا پولی از جایی که شاید معلوم است و شاید بر ما معلوم نباشد به او میرسد و وظیفه خاصی به او محبت شده است. کسانی که آمدند و رسانه هایی برپا کردند و برای گردش کار در ماندند و به هر دری میزنند برای تهیه پول و سرمایه، مسلماً طعمه های بسیار خوبی برای رژیم اسلامی هست. و به این ترتیب میبینیم در این میانه کسانی میآیند و مطالبی رو مطرح میکنند و درست در بزنگاه های تاریخی یا با دستور یا بی دستور و از روی جهالت ظاهر میشوند و سعی میکنند که در میان صفوف ملت ایران آنچنان تفرقه ایجاد کنند که ما ایرانیان هرگز نتوانیم به یک اتحاد و انسجام برسیم و یک نهضت ضد خمینی رو آغاز کنیم. امروز جوانان ایرانی در داخل کشور، زنان، کارگران، کشاورزان، بازاریان، نظامیان، حتی ملایان به این نتیجه رسیدن که حکومت خمینی چیزی جز نکبت و فلاکت برای ملت ایران و ارمغان نیامده است و باید این حکومت رو مزمحل کرد. اما هر آینه که ایرانی میخواهد با یکدیگر جمع بشه و ایجاد اتحاد کند، میبینیم که از داخل یا خارج کشور کسانی پیدا میشوند و در همان زمان حساس طرحی رو مطرح میکنند و نظر عده‌ای رو به سوی خود میکشانند و عده‌ای ایران فروش در قالب مجری، در قالب صاحب رسانه، در اینجا و اونجا این اشخاص رو دعوت میکنند و با گفتگوهایی که برپا میکنند و جنجالی که به وجود میآورند اجازه نمیدهند که ملت ایران بتواند راه خودش رو تشخیص بده. گمراهی پس از گمراهی برای مردم ایجاد و در نهایت سعی و کوشش اینان بر این بوده است و هست که با کمک همان استعماری که حمله خمینی رو به ایران فراهم کرد، بتوانند این رژیم رو تا آنجا که میتوانند نگه دارن تا در اثر مرور زمان توانمندی ملت ایران و نیرومندی کشور از بین برود و در نهایت ایران و ایرانی رو مزمحل کنن و از صفحه تاریخ حذف کنن. اگر تازی میخواست فرهنگ خودش رو بر ما غالب کنن، اگر مغول میخواست به یغماگری و چپاول و غارت بپردازد، حکومت خمینی همه اینها رو با هم آورده است. و بنابراین در برابر یک چنین رژیمی نمی شود ایستاد مگر با یک اتحاد همگانی. وقتی که نهضت شعوبی آغاز می شود، در یک بعد خاص نیست، در بعد فرهنگی است، در بعد نظامی است، در بعد سیاسی است،
سعی میکنن در همه شؤون خلافت اسلامی عناصر غیر عرب به خصوص عناصر ایرانی نفوذ کنند. کاری که امروز بسیاری از خواهران و برادران ما در همین سیستم حکومت اسلامی منحوس دارن عمل. سعی میکنن در ابعاد اجتماعی روشنگری کنن. همون کاری که امروز بسیاری از ایرانیان میهن‌پرست در داخل و خارج کشور انجام میدن. اما زمانی این حرکت به نتیجه میرسد که به صورت همگانی و یکپارچه باشد. و به همین جهت است جمهوری اسلامی و استعمار حامی آن میکوشد تا آن اتحاد در میان ایرانیان ایجاد نشد. برای ایجاد اتحاد لازم نیست که ما به دنبال تشکیل سازمان ها و گروه ها و دسته ها و مسائلی از این قبیل برویم. کافیست به نقاط مشترک خود فکر کنیم. بزرگترین نقطه مشترک ما این است که ایرانی هستیم، عاشق ایران هستیم، کشور خود رو پرستش می‌کنیم. این میتواند بزرگترین نقطه اتکا برای اتحاد همه ما باشد. از زمانی که مادها حکومت خود رو تشکیل دادن، در واقع اونها با رشادت و با شجاعت برای رهایی از زیر یوغ بندگی آشوریان به پا خواستند. امروز نیز ما میتوانیم مانند پدران خود برای رهایی از زیر یوغ یورش خمینی و حمله استعمار برپا خواستیم و با رشادت در برابر اینها بایستیم. بنابراین باور من این است که اگر ما به تاریخ سرفراز گذشته خودمون تا پیش از آمدن تازیان و ایجاد یک هویت نامتجانس برای ایرانی به نام هویت اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی بنگریم، میبینیم که زمانی که ما هویت خالص ایرانی داشتیم دوران بالندگی ما بوده است. و بی جا نیست که در همین سالهای نچندان دور در کشور ما چه آنانی که از جناح راست بودند و نهضت‌هایی درست کردند که نهضت‌های ایرانی اسلامی بود، چه آنانی که از جناح چپ بودند با آمیختن مارکسیسم با فلسفه اسلامی، هر دو کوشیدند در اعتلاء آن هویت نامتجانسی که بر ما 14 قرن است، بیش از 14 سال است که تحمیل شده است. ما باید اول خیشتن خود رو پیدا کنیم، باید هویت اصیل خود رو کشف کنیم و تنها راه رهایی ما کشف اون هویت است و گرد آمدن به حول اون محور شناسه و هویت ملی ایرانی خود. شاید باورمند بودن به یک دین و آیین به طور حتم و یقین حق هر انسان است و شاید و نشاید بلکه 100% هیچ کس دیگر حق ندارد به کسی دیکته کند که چه چیزی رو قبول کند یا بپرستد. اما باورمند بودن به یک آیین یا باورمند بودن به خداوند دلیل بر ستمگری بر میهن خود نیست. و من تصور میکنم آنانی که خداشناس هستند، آنانی که حقیقتا به یک مرجعی ایمان دارند و باور دارند، هرگز نمیتوانند خوش به میهن خود بکنند. و شاید میهن پرستی بالاترین مرحله رسیدن به خداوند. بنابراین با تفکیک خرافات از اعتقادات و آنچه که سعی شده است در طول این سالهای متمادی
بر ذهن و فکر ما غلبه کند و در واقع نوع اندیشه ما رو نوعی اندیشه گمراه و منحط بنماید، بایستی اون رو کنار بذاریم. و اگر درست اندیشیدن رو که در واقع از نیاکان ما به جهان رفته است و فیلسوفان جهان از ما اقتباس کردن اندیشه نیک رو پیشه کنیم، مسلم است که ما میتوانیم عصر خرافات و کهن پرستی رو کنار بگذاریم و دوران روشنگری دوباره در ایران آغاز میشود، همچنان که در پیش از مشروطه شوربختانه برای مدت کوتاهی آمد و باز دخالت دین در مشروطه بود که اجازه نداد که مشروطه ایران راهی رو به پیماید که اروپایی ها پیمیده بود. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست فورا نیست پایان. اگر ما با اراده محکم و با پرداختن به یک پیشینه‌ای که پشتوانه بسیار استواری است برای ما ایرانیان و مایه مباهات و افتخار ما میتواند باشد و به ما آن توانمندی و روحیه را میدهد که با استفاده از آن به خود بباریم و از سرفکندگی که رژیم و استعمار سعی میکند بر ما تحمیل کند بیرون بیاییم و به عنوان زنان و مردان استوار ایرانی در سرزمین خود برای بازپسگیری شناسه و هویت بکوشید، 100% موفق خواهیم شد. تغییرات و تحولاتی که در آینده ای نه چندان دور در جهان در جریان است و آنچه که امروز برای بشر یک خستگی و اضمحلال فکری و اجتماعی آورده است و ناگزیر باید فکری برای آن کرد، مسلماً مجالی برای همه ملت‌های زیر ستم فراهم خواهد کرد، من جمله برای کشور و ملت ما. و ما از همکنون بایستی آماده برای اون روزگار باشیم. و همونطور که عرض کردم، برای رسیدن به آن آمادگی، عشق به ایران لازم است، احساس مسئولیت لازم است و پالایش جامعه خود از کسانی که می‌کوشند در قالب ایران. چون این بار ما با مغول مواجه نیستیم که دشمن رو در برابر خود ببینیم، چه بسا تصور میکنیم که سازوارها دوستان ما هستند، اما میدانیم و ثابت شده است که اینان از مغولان پستر و خطرناکتر و بایستی امروز این حس تشخیص رو داشته باشیم و فراموش نکنیم که آن کس که در برابر من قرار دارد اگرچه ظاهرا ایرانی است و اگرچه به لحاظ ظاهری شبیه من است و هم زبان من است، اما در دل شیطانی است به مراتب بدتر و قسی و بدتر از مغول. و به این ترتیب است که با توجه به آنچه که عرض کردم میتوانیم در آینده نزدیک سرزمین خود رو باز پس بگیریم و در ایران عزیزمان به سازندگی بپردازیم. جوانان ایرانی چند هفته ایست که نهضتی رو در ایران آغاز کردند، در شهرهای مختلف و در جای مملکت برای دهنکجی به این رژیم فاسد جشن‌هایی برپا می‌کنند و اگرچه ممکن است در اخبار سریع بیاید و برود، اما نشان دهنده این است که نهضت شعوبیه دوم بر علیه حمله تازی صفتان خمینی وش آغاز شده است و این جوانان را نباید تنها گذاشت. پدران، مادران، نظامیان، پاسداران، بسیجیان، معلمان، کارگران، بشتابید، فرزندان خود رو حمایت کنید. رژیم قصد دارد اونها رو نابود کند و حرکت اونها رو متوقف کند. اجازه ندهید چنین اتفاقی رخ بدهد. حمایت آنان لازم است.
آنانی که در خارج از کشور هر روز رنگ عوض میکنند و هر روز با طرحی نو در رسانه این ظاهر میشوند، بدانند و آگاه باشند که به زودی اوضاع در ایران عوض خواهد شد و آنگاه شما جوابگوی ملت ایران خواهید بود و چیزی جز شرمساری و سرفکندگی برای شما باقی نخواهد. دست بکشید از آنچه که انجام میدهید، از خودخواهی ها، از فریب مردمان، خودفروشی ها، وابستگی ها دست بکشید. در کنار مردم ایران، در کنار جوانان ایران قرار بگیرید. بدانید که آنانی که تصمیم گرفتند ایران رو نابود کنند و موجودیت ایران رو این بار از بین ببرند و مورد حمله قرار دادند، در طول تاریخ نتوانستن این بار نیز نمیتوان. بنابراین امید همه ما بر این است که خردورزی و خردمندی که شایسته مقام ایرانی است دوباره به ما بازگردد و با فکری درست و اندیشه نو برای بازپسگیری کشور خود و بازپسگیری هویت ملی خود و سپس برای سازندگی کشور بکوشیم. و امید است که در این راه پیروز شویم و پیروز هم خواهیم شد. نکته دیگری که بایستی در پایان عرایزم اضافه بکنم، به خصوص روی سخن من با جوانان ایرانی است، این است که برای آغاز اون نهضت مردمی یا به تعبیر گذشتگان نهضت شعوبیه در ایران در داخل کشور، جوانان ایرانی می توانند بدون اینکه توجه مقامات امنیتی رژیم رو جلب بکنند در گروه های کوچک دو نفره یا سه نفره گرد هم بیایند و با ایجاد همدلی و شاید بهترین کار مطالعه دقیق تاریخ ایران، به خصوص تاریخ سرافرازانه پیش از یورش تازیان به ایران و همچنین تاریخ غم‌ها و مصیبت‌های پس از یورش تازی به ایرانیان رو مطالعه کنند و با آگاهی بیشتر و با پرداختن به همدلی با یکدیگر در شرایطی قرار بگیرند که در وقت لزوم بتوانند اون حرکتی رو که لازم است آغاز کنند. با تلفن‌هایی که در روی صفحه تلویزیون دوستان ما به خصوص جوانان میبینند میتوانند تماس حاصل کنند و به خصوص با شماره تلفن 650-619-76-23 تماس حاصل بفرمایید و همچنین میتوانید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید و این ارتباطات مسلم بدانید که در آیندهی نه چندان دور به کار شما و به کار ما و به کار ملت ایران خواهد آمد و به ما کمک خواهد کرد تا از این گرفتاری که شاید حدود 4 دهه به آن مبتلا هستیم و جامعه ایرانی رو به اضمحلال کشیده است رهایی یابیم. بار دیگر خاطر نشان میکنم که با تلفن هایی که در اون صفحه تلویزیون هست تماس حاصل بفرمایید و با شماره که خدمت شما عرض کردم می توانید تماس بگیرید و نظریات خودتون رو با ما در میان بگذارید و باز هم جوانان ایرانی فراموش نکنید، خود رو از امروز باید دلیرانه آماده کنید و این آمادگی دور از چشم و گوش دشمن باید باشد و در کنار یکدیگر با همدلی همگام بشوید تا بتوانید به پیروزی برسید. به همه شما ناظرینان در داخل و خارج از کشور درود دوباره میفرستم و با آرزوی سرافرازی برای همه همیهنانمون در داخل و خارج از کشور و آرزوی پیروزی برای ایرانیان، پاینده ایران عزیزمان، به دور تا برنامه دیگر.
ما بستر دلاوران خاک مهربان گهواره آزادگان نوجوان ما بین حال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فقر شانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم